هر آخوند را باید دوبار اعدام کرد. یکی برای زندگی بی ثمر، بی خاصیت، بی حاصل و مردخاری او و دوم برای فریب مردم، بلعیدن دسترنج و حاصل تلاش و کار آنان. آخوند اگر دوست تو باشد، مالت را می خورد و اگر دشمن تو باشد، خونت را. شما روحانیون، اسلام را برباد دادید. امت مسلمان را در انظار ظالم و ستمکار، جابر و خونخوار، سرگردان و حیرت زده به قلم دادید که امروز در دناعت، رزالت، وحشیگری در برابر تمام امم عالم مسلمانان شمرده می شوند و در بی‌حیایی، دروغگویی، خرافات سرایی، بی‌انصافی، بی‌مروتی و هرزگرایی انگشت نمای اهل عالم هستید. مسئله تعدد زوجات علت دیگر ویرانی ملت ایران است که آن هم خیلی شایع است. قانون تعدد زوجات لذت زن و شوهری را به نفاق و کینه ورزی مبدل ساخته و مایه فقر و پریشانی خانواده ها گردید است و همان فقر و بیچارگی و فحشا را ترویج کرده و امراض مصری مهلک را نشر داده و مردمی را به روز سیاه نشانده است. ای علمای بی علم و عمل اسلام، آنقدر یاوه سرایی و بیهوده گویی در دین و آیین اسلام چرا؟ کدام علوم حقوق را نوشتید و کدام قانون معامله را به عدالت تحقیق کردید؟ کدام علم یا فایده را تأسیس نمودید؟ کشف کدام مجهول را سبب شدید؟ منفعت و فایده شما برای اسلام و مسلمانان چه بود؟ جز اینکه در مسائل فرعیه آنقدر سخن گفتید و خرافات به هم بافتید و اختلافات نمودید که اصل و فرع هر دو از میان رفت. اگر یک جلد کتاب از 24 جلد کتاب بهارالانوار علامه مجلسی را در هر کشوری انتشار بدهند، دیگر امید نجات برای آن ملت کم است. حالا تصور کن که هرگاه 24 جلد از این کتاب در میان ملتی منتشر شود. مردمی که تحت قانون ظلم به سر میبرند، شهامت و فضیلت اخلاقی را از دست میدهند و به مرض ترس و چاپلوسی گرفتار می شوند که ریشه ی حیاتشان را می سوزاند. ملتی که جشنهای باستانی خود را نمی شناسد ولی سوگواری برای مظلومیت اعراب را به خوبی می داند، ملتی نادان و بی هویت است. اینان از این همه سرمایه که خرج زیارت اعراب می کنند، جز انواع بیماری و مصایب چیز دیگری برای ایران هدیه نیاوردند. چاپلوسی حاکمان ظالم را می کنند، مظلومیت هم میهن خود را نمی بینند، ولی از ظلم یزید می گویند و بر مظلومیت اعراب می گریند. مثلی است قدیمی از بزرگان ایران که میرزا آقاخان کرمانی 130 سال پیش آن را بازنویسی کرده است که می گوید آخوند را به خانه‌ات راه نده، اگر ناگزیر بدان شدی پس میخ طویله الاغش را در کوچه بکوب، اما اگر غافل شدی و آخوند را با الاغش به خانه‌ات راه دادی، آن وقت خودت از خانه برو، چون دیگر صاحب زن، خانه و زندگیت نخواهی بود. میرزا زین العابدین ظهیر الاسلام سخت بیمار شد. دکتر تولوزان پزشک فرانسوی ناصرالدین شاه را به بالینش فرستادند. او برای دوای دردش شراب کهنه تجویز کرد. میرزا زین العابدین نالان اظهار دلتنگی کرد که اگر بخورم به جهنم خواهم رفت. دکتر گفت اگر نخورید زودتر خواهی رفت. می ترسم روزی کار ایرانی به جایی برسد که حتی آب از فرنگ وارد کنند و به بهای شراب به مردم بفروشند. امروز حقوق سردمداران بر رعیت این ایران ویران
نه تنها گرفتن و مال و جان و برباد دادن زمین و ناموس ایشان است، بلکه تا آنان را به ممالک خارج نفروشند و تا آخرین فرد ایرانی را بر خاکستر ننشانند و زنان آنان را به دست سربازان روس نسپارند و ته بساط فلک زده ایشان را فدای قدم اسبان روس نکنند و خانه های خراب آنان را طویله و استبل خیل و حشم آنان نگردانند، دست از ایشان بر ندارند و حقوق خیش را از ممالک ایران ادا کرده نبینند. وکیلی دزدی را بدید که برای اعدام می بردندش. با خود گفت که در حقیقت کشتن این دزد واجب است، چون بدون لباس رسمی و منصب دولتی میخواهد که دزدی کند. مسیحیان انجیل ساختگی و بی سر و ته را بوسیدند و بر طاق کلیسا نهادند و به دنیای علم و هنر قدم گذاردند، وگرنه امروز گداتر، فقیرتر و جاهلتر از آنها کسی نبود. ظلم سلسله فقیهان و ملایان کمتر از ستمگری فرمان روایان افکار و اخلاق ملت ایران را فاسد نکرده است. این فقهای بی فقاهت نمی دانند که مسئله طهارت و نجاست اینقدرها قابل ریش جنباندن و زنخ زدن نیست. هرچه پلید و کثیف است خونت را می ریزد، البته مکروه و منفور است. هر آدم صاحب اندک شعوری تمیز پاک و ناپاک را می دهد. هرگاه در ملتی سیاست و دین گرفتار استیلای فرمان روایان مستبد و علمای متعصب گردد، مجرای تنفس طبیعی برای آن قوم باقی نمی ماند. مسلمانان به جای اینکه علل هر امری را جستجو کنند و اسباب هر کاری را فراهم آورند، انجام هر چیز محال یا نامحالی را از برکت لفظ انشاءالله می خواهند. غالب این فرنگی های بی مروت که به کارهای بزرگ کامیاب گردیده اند، مادی و طبیعی بودند. اما علمای اصفهان هنگام جنگ ایرانیان با افغانان، هزاران انشاءالله ماشاءالله گفتند و در حمله اول از پا در آمدند. فرهنگ و زبان عربی آینه افکار و کردار تازیان است. قرآن برای قومی خونخوار و بادیه نشین نازل شد. به همین جهت در قرآن قوانینی که در خور ملت متمدن باشد به صراحت دیده نمی شود. تنها معجزه قرآن همین است که قوم تازی که پست‌ترین قوم روی زمین بودند را از حالت خاری و خاکساری به مقام سرفرازی رسانید. این اخبار و احادیث و حکمت اسلامی جز افزودن اوهام، مجادله و اشکالات بیپایه هیچ ثمر علمی برای ما نبخشید. نه اسباب شوکت این ملت، نه مایه ثروت رعیت و نه مایه اعتبار مردم ایران گردید. این عقاید درهای علم را به روی مردم می‌بندد و کارشان را به روزی می‌رساند که تدبیر را حواله به تقدیر می‌کنند و هر خرابی و پریشانی را خواست و مشیت پروردگار می‌دانند و بازار اوهام پرستی را رونق می بخشند. ز کشتن نترسم که آزاده ام، ز مادر همی مرگ را زاده ام. ایرانیان در باب دین دیوانند. در حماقت ایرانیان و صفاحت آنان هیچ نوع تردید و شکی برایم باقی نمانده و به جرأت می گویم که اینان در باب دین دیوانند. و الا هیچ عاقل فرزانه در دنیا تصدیق دزدان و راهزنانی که او را چاپیدند و زنش را اسیر کرده و اولادان و برادران و اجداد و پدران او را کشته و به خون آغشته باشند نمی نماید. ولی ایرانیان این دزدان و راهزنان و سوسمارخوران و شترچرانان را که ممالکشان را بدین روز سیاه نشانیده اند اولیای خدا و امنای حضرت کبریا می دانند و در برابر قبر آنان استاده طلب آمرزش می کنند. از آن همه زیارت، طلا و نقره که خرج قبور تازیان کردند، جز ذلت و انواع بیماری ها
زائرین چیزی برای این سرزمین به ارمغان نیاوردند. حال و روز این ملت این گونه است که همیشه بدخواه مظلومان، هم میهن خود و معاون و حامی ظالمان تازیان است. میرزا عبدالحسین کرمانی، معروف به میرزا آقاخان کرمانی، نویسنده، روشنفکر و از نمونه های ممتاز نسل اول ملیگرایان سکولار بود. او در روستایی در جنوب غربی کرمان متولد شده بود و به یک خانواده مهم محلی با پیش زمینه غنی از تصوف تعلق داشت. تاریخ تولد 1853 کرمان، وفات 1896. از آثار معروف او سه مکتوب در نقد دین و هشت بهشت را می توان نام برد. میرزا آقاخان را می توان در کنار میرزا فتح‌علی آخوندزاده از بنیانگذاران ناسیونالیسم نوین ایرانی دانست. میرزا آقاخان کرمانی همراه دو همفکر خود احمد روحی و میرزا حسن خان خبیر الملک در تبریز زیر درخت نسترن به طرز فجیحی سر بریده شدند. میرزا آقاخان کرمانی از مهمترین روشنفکران پیش از عصر مشروطیت است، چنانکه فریدون آدمیت در کتاب اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی او را نادره زمان خود دانست. و اینک شعری زیبا از میرزا آقاخان کرمانی که شنیدنش برای هر ایرانی خوشایند و دلنشین هست. خوشا مرز ایران عنبر نسیم، که خاکش گرامی تر از زر و سیم. هوایش موافق به هر آدمی، زمینش سراسر پر از خرمی. فضایش چومینو به رنگ و نگار، به یک سوز مستان دگر سو بهار. گر از فارس گویی بهشتی خوش است، همه مرز آن خرم و دلکش است. به یک سوی احواز مینو سرشت، که سبز است و خرم چو باغ بهشت. گر از ملک کرمان سرایم رواست، که هندوستانی خوشاب و هواست. به نزد کسی که او بود فرهمند، یکی نیل کوچک بود هیرمند. خراسان ز چین و خوتن خوشتر است، که خاکش بمانند مشک تر است. سپاهان چونو در جهان شهر نیست، نداند کسش کس خرد بحر نیست. عروس جهان است ملک عراق، که سر تا سرش مشک بیزاست خاک. هم از عهد جمشید و کاووس کی، نبود از ملکی به خوبی چوری. همان آذرآبادگان گوهریست، که بر روم و شامش بسی برتریست. گرایی سوی رشت و مازندران، پر از سبز بینی کران تا کران. همه بوستانش سراسر گل است، به باغ اندرون لاله و سنبل است.